همکارم جمشید بهرامی از محل تحصن سعید حافظی این روزنامه نگار همراه ماست. جمشید، برامون بیشتر درباره دلایل تحصن اون میگی و اینکه تا چه مدت قراره به تحصنش ادامه بده؟ سیما، من در شهر بن هستم. این ساختمانی که در پشت سر من هست نمایندگی وزارت خارجه آلمان در شهر بن هست و در واقع همچنان که ما ویدیوی سعید حافظی رو منتشر کردیم که دیروز در صفحه توییتر خودش منتشر کرده بود، سعید اشاره به این کرد که به دلیل اینکه اعضای خانوادهش بازداشت شدند و یعنی تهدید شدن از سوی نهادهای جمهوری اسلامی و خودش هم اعلام کرده که سالهاست که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید میشه، به همین دلیل از دیروز اینجا مقابل دفتر نمایندگی وزارت خارجه آلمان اعتصاب کرده، یعنی در واقع تحصن کرده و گروه‌های ایرانی از دیروز با سعید همراهی کردند و به اینجا اومدن. البته الان در طرف دیگر این ساختمون هستند و سعید همیشه گفته و که در طول این سالها خواسته که واقعا صدای مردم ایران باشه، مخصوصا خوزستان و آبادان. الان سعید در کنار من هست. سعید، بیشتر برای ما بگو که چرا به اینجا اومدی و چرا اینجا رو انتخاب کردی برای تحصن و از وضعیت خانوادت هم بگو که بازداشت شده بودن اعضای خانوادت. همونطور که گفتم هم توی اون ویدیو هم با هم صحبت کردیم، اعضای خانواده من توسط وزارت اطلاعات چند ساعتی بازداشت شدن و به راحت به وزارت اطلاعات به اونها گفته که در این مدت افرادی قصد داشتن شما رو بکشن و ما اجازه ندادیم و اگر شما نتونید سعید رو ساکت بکنید ما دیگه نمیتونیم جلوی اون افراد رو بگیریم. و با توجه به اینکه در این روزها تهدید بر علیه روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی خارج از کشور زیاد شده و به نوعی جمهوری اسلامی خانواده‌های ما رو در ایران به گروگان گرفته برای اعمال فشار و ساکت کردن ما، من تصمیم گرفتم مقابل نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر بن به عنوان یکی از وزارتخانه های مهم و مسئول مذاکرات با جمهوری اسلامی تحصن کنم و نه فقط برای خانواده خودم، صدای تمام افرادی باشم که خانواده هاشون در ایران دارن تهدید میشن و صدای تمام خانواده هایی که عزیزانشون توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند. سعید، از خواسته های خودت برای من گفتی، دوست دارم که از زبان خودت بشنوم چه خواسته هایی داری از وزارت خارجه آلمان. جمشید جان، الان خیلی واضحه که صحبت های خانم بربوک به عنوان وزیر امور خارجه با عملکرد و رفتارش هماهنگ نیست. خانم بربوک از طرفی میاد میگه که انقلاب مردم ایران رو به رسمیت شناخته، ولی از طرف دیگه خواست مردم ایران یعنی قطع مذاکرات با جمهوری اسلامی، تعطیل کردن سفارت و کنسولگری هاش و اخراج دیپلمات ها رو به رسمیت نمیشناسه. من خواستم دقیقاً از خانم بربوک اینه که توضیح بده این تفاوت بین گفتار و رفتار دلیل چیه. مردم باهوشن، مردم دارن رصد میکنن و خانم بربوک فکر میکنم نه فقط به ایرانی ها، به همه مردم دنیا که الان دارن انقلاب مردم ایران رو پیگیری میکنن باید پاسخ بده که این تناقض در گفتار رفتار برای چیه. خب سعید جان، فکر میکنی که جمهوری اسلامی با این تهدیدهایی که میکنه چه خواسته ای رو دنبال میکنه و آیا به نتیجه میرسه؟ ببین، جمهوری اسلامی در تمام سالهایی که ایران رو اشغال کرده همواره کارش تهدید و ترسوندن و ارعاب بوده و تا به امروز به نتیجه نرسیده. نتیجهش این شده که الان مردم همه کف خیابونن و دارن یک صدا میگن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان و قطعا به نتیجه بهتر از این نخواهد رسید و همشون هم میدونن در تنگنا هستن. خود ایران اینترنشنال تو این چند روز گزارش هایی رو از پشت پرده اتفاقات منتشر کرده که تنگنای اینا رو داره نشون میده و یه خواهش دارم از همکارانم، این تهدیدها رو رسانه‌ای کنید و اجازه ندید در خفا این جمهوری اسلامی هر کاری که میخواد بکنه. سپاسگزارم سعید جان. در واقع سعید حافظی میگه تا زمانی که به خواسته های خودش نرسه در اینجا خواهد موند و به تحصن خودش ادامه میده و میگه این تهدیدها اگه تأثیری داشت روزنامه‌نگار خارج از کشور در واقع خاتمه میدادن به کارهای خودشون، ولی چون کارهایی که در اینجا روزنامه‌نگاران انجام میدن واقعا خواسته های مردم ایران هست و صدای مردم ایران رو منتشر میکنند، به هیچ وجه جمهوری اسلامی نمیتونه به خواسته هاش برسه و این تهدیدها هیچ تأثیری بر کار روزنامه‌نگاران در خارج از کشور نخواهد گذاشت. ممنون از تو جمشید بهرامی از بن، محل تحصن سعید حافظی.